سلام، همراه ما هستین با یه برنامه دیگه هفتگی از نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی. من عطیه نیکنست به همراهی همکارم میلاد رسایی منش با شما هستیم. قرار بر اینه که مثل همیشه به اخبار مهم در حوزه خدا ناباوری و اکس مسلم در برنامه هفتگی بپردازیم که در این روزهای انقلابی خبر بسیار و انتخاب برای ما بسیار سخته. میلاد، ممنون که با ما هستی. از خبر شما آغاز میکنیم. سلامتی جان، امیدوارم خوب باشی، همچنین مخاطبین عزیزی که برنامه رو میبینن. مرسی عطی از خودت، میدونم تو هم خیلی سرت شلوغه و بالاخره از لابلای کارها باید وقتی پیدا کنیم برای فعالیتمون در این روزهای مهم. من خبر خیلی مهمی رو دارم به نظر خودم و به نظرم و خیلی هم جالب و یه جورایی مهمه، یعنی به فکر میکنم مخاطبین برنامه ما، اعضای نهاد اکس مسلم هم بسیار خوشحال خواهند شد از شنیدن این خبر. اون هم این که بر صورت قرار هستش که گویا در یعنی طرحی در مجلس آلمان توسط نمایندگان مطرح شده که نمایندگان مجلس آلمان برای اولین بار خواهان این شدن که مسجد آبی در شهر هامبورگ بسته بشه، مسجدی که ما میدونیم بودجهش از دولت جمهوری اسلامی میگیره، مسئولش آخوندی هست به نام مفتح که مستقیما از طرف خامنه ای میاد و اونجا جاسوسی میکنن بر علیه مردم، تبلیغ اسلام میکنن، سمینار برگزار میکنن، پولشویی میکنن و هزار یک کار میکنن و اتفاقا همین موارد هست، این تبلیغ اسلام رادیکال، مراسم گرفتن برای قاسم سلیمانی و جاسوسی از ایرانیانی که در آلمان هستند، مواردی هستش که در حقیقت به اون دلایل نمایندگان مجلس در آلمان خواهان بسته شدن مسجد آبی شدن. همچنان که این خبر اومد و الان دیروز و امروز جلسات مهمی در همین رابطه برگزار شده، آزاده روچان که نماینده ایرانی تبار از حزب سوسیال دموکرات در کشور سوئد هست، توییت رو منتشر کرده و انگار بروشور مالی مسجد امام علی واقع در منطقه یاکوبسبری یرفلای استکهلم رو منتشر کرده و گفته که حدود در سال گذشته 4 میلیون کرون از بودجه های دولتی که این بودجه ها در حقیقت از مالیات، از جیب مالیات دهندگان سوئدی هست، این مسجد پول گرفته از دولت فقط یک سال که مبلغ بسیار زیادی هست. در این حال ما میدونیم که این مسجد از طرف سفارت جمهوری اسلامی هم پول میگیره و آزاده روچان طی این توییت خواستار این شده که نهادهایی که با جمهوری اسلامی و کشورهای غیر دموکراتیک فعالیت میکنن و پول میگیرن از اون در حقیقت کشورها و اون دولتها، فعالیتشون در سوئد محدود بشه، حداقل بودجه هاشون قطع بشه، که خب اگه بودجه قطع بشه احتمالاً گام بعدی هم بسته شدن این مسجد هست. قبل از اینکه یه تحلیل خیلی مختصری ارائه بدم، یه ویدیویی میخوام نشون بدم بهتون که حدود فکر میکنم 3 سال پیش بود در یک مراسمی که به مناسبت روز جهانی حجاب همین مسجد امام علی برگزار کرد، اونجا سخنرانانی داشتن از جمله زهرا علوی که توضیح میدم زهرا علوی که هست، اونجا شام دادن، مراسم مفصلی برگزار کردن. در این حال نهاد ما اونجا مفصل اعتراض کرد، همون موقع جلوی این اعتراض ادهی اومدن گفتن که شما آزادی بیان رو نمیدونید، آزادی پوشش رو نمیدونید، که پاسخ ما این بود که اینها مراکز جاسوسی جمهوری اسلامی هستن، بودجهشون از طرف حکومت تعیین میشه و غیره. این ویدیوی کوتاه رو ببینیم که مربوط هست به اون اکسیون، برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم. Over 40 years, people of Iran are fighting for their lives. You see these people, they are murderers. They've been killing people, torturing people, thousands of Iranians. Children are in prison at the moment. We don't know what's happened to these people. Over the past months, they murdered 1,500 people. 1,500 people, they shot them. They killed them on the street. Zahra Alavi, if you hear me, your seminars smell like blood. Your seminars smell like blood. Over 1,500 Iranian people been murdered by the Islamic Republic of Iran. Shame on you! Shame on you!
is running a seminar by the support of the Swedish government. There is police over here to protect you, idiots, cowards, murderers. Shame on you! 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 Islamic Republic of Iran does not represent the Iranian people. They're terrorists. They're terrorists. If you compare these people to ISIS, you insult them. Man. وسوسه‌اش قد کم شده، این مقدار طولانی هست و وقت برنامه ما کم است. این اکسیونی بود که ما سازماندهی کردیم و این خود من بودم که خیلی پرحرارت و عصبانی داشتم اونجا صحبت میکردم و اعتراض میکردم به برگزاری این سمینار. همونجوری که دقت کردید پلیس اونجا تذکر داد به رفیق ما، گفتش که زیاد بلند صحبت بکنید سمینار به هم میخوره و صدای شما باعث میشه که سمینار نتونه برگزار بشه. توجه داشته باشید که چطور اینها دفاع میکردن و حمایت میکردن از برگزاری چنین سمیناری در شهر استکهلم. همزمان با این اکسیون فردی که اونجا سخنرانی میکرد که اجازه بدید این رو هم نشون بدم، زهرا علوی نامی بود که از سخنرانان بود و این فرد همون موقع پسا اینکه اومد گفتش که بله ما رفتیم اونجا و شام خیلی خوشمزه‌ای خوردیم و خیلی به ما خوش گذشته و غیره، یه پستی رو منتشر کرد در فیسبوک خودش که گفتش که بله عده ای از اسلام هراسان، اسلاموفوبیا صفحه اینستاگرام منو منتشر کرد و گفتش عده ای از اسلام هراسان اومدن و گفتن که زهرا علوی نباید این سمینار رو برگزار بکنه. رفت تو پوزیشن مظلوم نمایی که بله عده ای نمیخواهند که ما اینجا سمینار برگزار کنیم. رفقا امروز که صحبت میکنیم معلوم شده اینا میلیاردی پول گرفتن برای برگزاری این سمینار، از جیب مردم سوئد و جیب مردم ایران پول گرفتن که بیان اسلام کثیف و توی اروپا در حقیقت بست و پروموتش بدن. امروز که صحبت میکنم این رو من بگم و عطیه صحبت های تو رو بسنیم، من در این بخشیات صحبت کردم، امروز که صحبت میکنیم دستشون رو شده، دنیا فهمیده اینا کی هستن. انقدر شما مردم داخل ایران درخشان مبارزه کردید، انقدر حجاب سوزوندید، انقدر عمامه انداختید که امروز هیچ کس نمیتونه با این اوباش اسلامی مماشات بکنه و صحبتی که ما سالهاست داریم براش مبارزه میکنه. همین زهرا علوی منو تهدید به شکایت کرد وقتی این پستو گذاشت، سایبریاشون ریختن، اکانت منو میخواستن ببندن، فحش و فضیحتی بود که به ما میدادن و به شخص خود من. 2 سال گذشته و 1 قدمی بستن تمامی این مراکز اسلامی در اروپا هستیم. این به رغم این به یمن مبارزات در وهله اول مردم، دخترای جوان، نسل زد در داخل ایران هست و بعد اپوزیسیونی که سالهاست داره برای این کار تلاش میکنه، مینا احدی عزیز واقعا که از چپ و راست امروز دارن کلاه از سر برمیدارن در احترام بهش، پس خبر این که احتمال زیاد مسجد آبی در هامبورگ بسته میشه، مریم نمازی و سایر دوستان، به همین اعتبار این خبر خبر مهمی هست، نشون دهنده تاثیرگذاری کار ما هست. و جمله آخر، تک تک این اوباش اسلامی رو از اروپا اگر محاکمهشون نکنیم اخراجشون خواهیم کرد. مرسی، من تمام. ممنون میلاد از فیلم هایی که نشون دادی و توضیحاتی که دادی. خب البته بسیار مهمه که این مراکز تروریسم پرور در اروپا بسته بشن و این پول هایی که از جیب مردم داره گرفته میشه که حق مردم هست، مردم در ایران معیشت روزانه خودشون دچار بسیار مشکلاتی هست و یک همچین پول های هنگفتی صرف تبلیغ ضد زن بودن میشه، صرف تبلیغ ضد انسان بودن میشه که اینها دقیقاً همون احکام و قوانین اسلامه که اینها در اروپا میان تبلیغش میکنن و باید انتقاد کرد و باید زیر سوال برد قوانین کشورهای اروپایی که اینطور اجازه میدن یک همچین مراکزی در اونجا دایر بشه، فعالیت بکنه و ما با مردم ایران و اپوزیسیون و اکتیویست ها با چه مشغله ها و مشکلاتی باید تلاش بکنن، مبارزه بکنن، اکسیون برگزار بکنن، چقدر نامه بنویسن، چقدر برن و بیان و تلاش بکنن تا بتونن یه همچین مرکزی رو ببندن. واقعا شرم‌آور به نظر من برای کشورهای اروپایی که چطور شما یک همچین مماشات کثیفی رو دنبال میکنی، ضمن اینکه باید دموکراسیتون، باید آزادی بیانی که این کشورهای اروپایی ازش دم میزنن باید همشون زیر سوال بره. چطور یک مراکز اینجوری تروریستی میتونن در اروپا دایر بشه و ادامه کار بدن و ولی خب مثلا یک فمینیستی که میخواد
اکسیون برگزار بکنه یا از حق زنان دفاع بکنه یا از حق کودکان دفاع بکنه نمیتونه فعالیت بکنه. چطور یک اکتیویستی که آتئیست هست نمیتونه خوب فعالیت بکنه؟ چطور یک اکس مسلم وقتی که میاد یک نهاد اکس مسلم رو راه اندازی میکنه شما به هیچ حمایتی ازش نمیکنین و میگین که نه ما نمیتونیم این کار رو بکنیم چون اون وقت آزادی بیان زیر سوال میره؟ خیلی عجیبه، یعنی از این طرف آزادی بیان بسیار محترم شمرده میشه در مقابل کسانی که باورمندن، در مقابل کسانی که به اسلام رو دارن پروموت میکنن، در مقابل کسانی که زن ستیزی رو دارن، پرچم زن ستیزی رو بلند کردن و در اروپا تبلیغ حجاب میکنن و فستیوال حجاب برگزار میکنن. بعد از اون طرف وقتی که ما به عنوان آتئیست میخوایم صحبت بکنیم، آزادی بیان اصلا جایی نداره. بسیار مهمه که این اقدامات انجام بشه. حالا من فهم کنم خیلی مهمی که آتئیست ها در هر جای دنیا که هستن از هر مدیایی که دارن و به هر زمانی که دارن اعتراض بکنن و در حمایت از این بسته شدن این مراکز هر اقدامی که میتونن از دستشون برمیاد انجام بدن. اگر در شهرهایی مثل آلمان هستن و اکسیون های زیادی به همت مینا احدی برگزار میشه در اونها بتونن شرکت بکنن یا کشورهای دیگه و هر تلاشی که میشه بکنن برای اینکه حداقل این مراکز در این کشورها بسته بشه. خب میلاد، من با توجه به وقت کمی که داریم سریع خبر خودم رو توضیح میدم. متاسفانه حدود فکر میکنم نزدیک به یکی دو ساعت پیش متوجه شدیم که در شهر رشت در شهرداری مردم داشتن رقص و پایکوبی میکردن که به طور ناگهانی مامورای جمهوری اسلامی، مزدورای جمهوری اسلامی میرسن و با موتور از روی چند نفر رد میشن، یک چند نفر رو میکشن، زخمی میکنن و یک دختر جوان هم در اونجا به شلیک میشه که انگار به سر شلیک شده بوده. کسانی که در اونجا بودن و خبر رو منتقل کردن گفتن که تا زمانی که اون رو به آمبولانس منتقل کردن انگار که این دختر زنده بوده، امیدواریم که بتونه زنده باشه. ولی میخوام بگم که این توحش، این جنایتکاری واقعا از کجا داره میاد؟ آیا غیر اینه که دقیقا از قوانین اسلامی داره میاد که ضد شادیه؟ این قوانینی که ضد رها بودن انسان هاست، ضد آزادگی انسان هاست، حتی شادی رو در مقطع کوتاه هم نمیتونه برای انسان ها ببینه، آیا واقعا اینطور نیست؟ و از طرف دیگه مردم ما رو نگاه کن، مردم ایران رو نگاه کن، چه جسورانه و شجاعانه مبارزه میکنن و در شب در شهرداری رشت میرن و رقص و پایکوبی میکنن. زنده باد مردم. و از اون طرف دیگه حتی موافقی ویدیو رو ببینیم؟ ویدیوی همینطوره، واقعا باید با یک همچین رژیم خونباری واقعا باید مبارزه کرد که برای رقصیدن مردم مأمور میفرسته و مردم به سر مردم، به قلب مردم، به پای مردم اصلا با اسلحه میاد و شلیک میکنه و با موتور از روی مردم رد میشه. واقعا شرم‌آوره. ببینیم با هم ویدیو رو. البته تو هیچ چیزی نه نفس می‌زنی. این ها ویدیوهایی بود. ممنون میلاد از فیلمی که منتشر کردی. دقیقا همینطوره. آیا غیر اینه که واقعا حتی شادی رو در لحظاتی برای مردم نمیتونن ببینن و این مردم رو، مردم در فقر و فلاکت که زندگی میکنن، مردم آزادی بیان که ندارن، مردم نمیتونن صحبت بکنن از هیچی، مردم
هیچ گونه آزادی ندارن، در فشارهای از همه طرف مورد فشار رو تحت فشار هستن و مورد مشکلات زیادی هستن از و حالا شادی رو حتی در دقایقی نمیتونن در مردم ببینن و اینطور به مردم حمله میکنن، انگار که جنگ، انگار دارن چیکار میکنن مردم و مردم با دست خالی که فقط دارن شادی میکنن و میرقصن رو اینطور مورد ضرب و شتم قرار میدن، با اسلحه و با موتور از روی مردم رد میشن. واقعا اصلا کلمه برای توضیح این فاجعه کم میاره واقعا. میلاد ممنون میشم نظرتو رو هم بدونم. دقیقا من از دو منظر میخوام وارد این بحث بشم، خیلی سریع بگم وقتمون کمه. یک، از بحث امنیت، چون الان اعوان و انصار جمهوری اسلامی مدت هاست که دارن میگن امنیت اوجب واجبات هست و نباید امنیت به هم خورد. دو، تصویری که دیدید مردمی بودن که داشتن میرقصیدن، دخترایی که حجاب نداشتن و شاتی که خورد تصویری بود که نیروهای امنیتی اومدن و امنیت رو برقرار کردن و دیدید که زنی در خیابون کف خیابون افتاده بود و موتور سواران اون صحنه زیبایی که زن و مرد داشتن با هم میرقصیدن رو تبدیل به چه صحنه‌ای کردن. کی امنیت رو به هم میریزه؟ اگر واقعا همون بحث ما بپذیریم که اوجب واجبات امنیت است، امنیت رو الان مقامات جمهوری اسلامی 40 سال دارن مملکت به هم ریختن، نه سازمان مجاهدین، نه آمریکا، نه اسرائیل، نه عربستان، نه داعش. این فقط و فقط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هستند که امنیت رو به هم میریزن، صداشون در نمیاد، اینایی که حرف از امنیت دائما میزنن. این یه موضوع. موضوع دوم این که وقتی که ما میایم میگیم که برسات حکومت جمهوری اسلامی که حکومت توتالیتر نیست، اینجا معنا و مفهوم پیدا میکنه. حکومت های توتالیتر مثل حکومت هیتلر، فاشیسم هیتلری و یا حکومت استالین، اینها به سبک زندگی مردم کار نداشتن. اینا کار نداشتن مردم چه موسیقی گوش میدن، چه مشروبی میخورن یا نمیخورن، بیرون میرن یا نمیرن، با هم میرقصن یا نمیرقصن. جمهوری اسلامی به همین اعتبار یک فاشیسم اسلامی که از حکومت های توتالیتر حتی بدتره، برای اینکه به رقص مردم هم کار داره، به موی مردم هم کار داره. و نه فقط جمهوری اسلامی، اسلام اینه. اسلام تا کوچکترین مسائل زندگی حکم داره و میگه اگر این کارها رو نکنید دنیا عذاب میبینید. یعنی این ایدئولوژی خطرناکترین ایدئولوژی در حقیقت خطرناکترین ایدئولوژی هاست و وقتی که با سیاست قاطی میشه، یعنی میشه اسلام سیاسی، اون وقت ما این جهنمی رو شاهد هستیم که در ایران و افغانستان و کشورهای دیگه در حقیقت میسازه برای مردم. واقعا جای تاسفه، ولی این خیزش و این انقلابی که در جریان هست، این انقلاب زنانه، میره که یک بار برای همیشه تعیین تکلیف بکنه با این اوباش اسلامی کثیفی که به رقص مردم حمله میکنن، گاز اشکاور میزنن، جون مردم رو تهدید میکنن و معلوم نیست بالاخره اون افرادی که اونجا زخمی شدن الان زندن یا در حقیقت جونشون رو از دست دادن. هیچ اطلاعاتی هم که نیست، اینترنت هم که بسیار ضعیفه. واقعا هم جای تأسف و تنفر داره از این حکومت، ولی از اون طرف این خیزش مهم میره که یک بار برای همیشه این کثافت اسلام رو به زباله‌دان تاریخ بندازه. مرسی میلاد، خیلی وقتمون کمه، با توجه به وقت کممون اگر این که ممکنه ممنون میشم که در مورد NFT این هفته هم توضیح بدی میلاد. حتما. NFT این هفته خب صحبت کردیم روز سه‌شنبه مفصل در رابطه باهش. این صفحه وبسایت ما هست، اینجا که شما کلیک میکنید اسمش هست اسکرد مولا، مولای ترسیده، که در حقیقت یک کانورت شده از یک از نقاشی های ونگوک هست که یک آخوندی یا مولایی دو تا زن بی حجاب رو پشت سرش دیده و داره وحش جیغ ترس میزنه و میترسه از این تصویر که دو زن بی حجاب و دیگه حالا نه فقط بی حجاب، اون خانم اون پشت دستاش هم لخته، این دیگه خیلی فاجعه است، دیگه الان زلزله میاد و سیل میاد همه ما رو میبره. در حقیقت با دیدن این تصویر وحشت زده شده و ترسیده. شاید هم میترسه اون دخترها بیان عمامه‌شو بندازن، چون الان چند تا تصویرم اومده بیرون که دخترای بی حجاب بیان عمامه آخوندا رو میندازن. برصد دوستان، این NFT این هفته ما هست، مولای ترسیده، اسکرت مولا. با مراجعه به وبسایت و صفحه اینستاگرام ما میتونید لینک رو در وبسایت OpenSea پیدا کنید، اونجا میتونید آفر بدید و این NFT رو بخرید، بعداً در NFT مارکت سود هم بکنید و در حقیقت مبارزات ما و این جنبش عمامه‌اندازی و جنبش ضد اسلام، جنبش ضد آخوند و ملا رو
در دنیا هم پروموت بکنیم. عطیه حدود 3 دقیقه وقت داریم تریبون میشیم. ممنون از توضیحاتت. این که گفتی ترسیدن، بسیار اتفاقا ترسیدن، چون اینجوری که من دیدم خیلی ها مثلا توییت زده بودن که آخوندها اخیراً عمامه‌هاشون سفتر به سرشون میبندن، یا حالا یکی رو نشون داده بودن که در شمال ایران انگار عمامه‌اش رو قطعه از عمامش، یه تیکه از عمامش رو آورده بود اینجا و مثل روسری اینجا سرش بسته بود که کسی نتونه اون رو پرت بکنه. و حالا داریم میبینیم که این عمامه پرانی چقدر هم به شهرهای دیگه گسترش پیدا کرده و کاملا اونا رو ترسونده، که حتی همونطور که در برنامه هفتگی قبلیمون در مورد صحبت کردیم، حتی به عراق هم کشیده شده و این آخونده تو عراق هم ابراز نگرانی کردن که حالا داره به کشورهای دیگه اسلامی که اونا میگن البته اسلام زده داره وارد میشه و ما از این باید جلوگیری بکنیم. آره واقعا باید بترسن از این انقلاب زنانه، از این جنبش، و ترسم داره. و اینکه خب اساسا اسلام با قوانین زن ستیزانشه که تونسته تا الانم دووم بیاره، با قوانین ضد انسانی و سرکوب مردم، با خونریز، با جنایت، با جنگ تونسته تا الانم دووم بیاره، وگرنه که اصلا نمیتونسته تا الانم ادامه پیدا بکنه. برای همین الان میبینیم که چطور به باد رفته همه چیشونو باید هم بترسن. و یک توییت دیگه در این رابطه بود که نوشته بودن که خب الان شما متوجه میشین که چقدر اینکه یکی بخواد به لباس شما گیر بده، یکی بخواد پوشش شما رو زیر سوال ببره و یکی بخواد دخالت بکنه در پوشش شما چقدر سخته. یک دختر خانومی یک همچین توییتی زده بود که الان شما حس ما رو میتونین بفهمین وقتی که به ما اجبار میکنین که ما باید حجاب داشته باشیم، و خودتون الان میبینین که یکی میاد عمامتون از سرتون میندازه و چقدر ناراحت میشی. و این کلن عمامه پرانی یک مسابقاتی شده انگار که هر دفعه فیلم هایی که به دستمون میرسه خیلی زیباتر و هیجان انگیزتره. و من فکر میکنم که بسیار مهمه و زنده باد جنبش ضد مذهبی که در ایران و کشورهای اسلام زده داره پیش میره و بسیار زیباست و هیجان انگیزه و غرورآمیزه. البته به نظر من امیدوارم که هرچه زودتر این انقلاب زنانه به سرانجام برسه و ما هرچه بیشتر از این ملاهای ترسیده رو بتونیم در کشورهای اسلام زده ببینیم. ممنون که عزیزانی که در این لحظه برنامه ما رو آنلاین تماشا کردن و دوستانی که برنامه ضبط شده ما رو از تلویزیون کانال جدید خواهند دید، از همه شما ممنونم. دوستان ما رو همراهی کنین از مدیاهای اجتماعیمون و نقطه نظرات خودتون، پیشنهادات و انتقاداتتون رو برای ما بفرستید. قطعا برای رو به جلو بودن ما به ما کمک خواهد کرد. تا برنامه دیگه روزهای انقلابی خوبی رو براتون آرزو می‌کنم و شاد و پر انرژی باشید.